بیشتر مواقع مجموعه ها داخل این قسمت نشونش میدن که چه کاربردی داره. در آینده میبینید که بیشتر این شکلی کاربرد داره. حالا منظورم چیه؟ نگاه کنید، اول بذارید در مورد اعداد بهتون بگم. اگه یادتون بیاد اعداد طبیعی چیا بودن؟ میگفتیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا بی‌نهایت. خورده یا رو هم شامل نمیشه، 1.5 و 2.5 و 3.5 و اینا شامل نمیشه. بعد گفتیم اعداد حسابی ها کدوم ها بودن؟ اعداد حسابی دقیقا همینا، فقط یه صفر هم داره. پس اینا رو میگفتیم اعداد طبیعی، اینا رو میگفتیم اعداد حسابی. البته میره تا بی نهایت دیگه، ما نمیتونیم تا بی نهایت بکشیم. و بعدش هم اعداد صحیح رو داشتیم که همینا بودن، از اون ور هم منفی ها رو داشتیم، مثلا -1, -2, -3, -4، از اون میره تا بی نهایت، از این ور هم میره تا بی نهایت. ولی اعداد صحیح اون خورده یا رو شامل نمیشه، مثلا -1.5 یا نیم رو شامل نمیشه. یادتون میاد اونایی که خورده یا رو شامل میشدن چیا بودن اسمشون؟ اگر گفتین گویا درسته. نکنه طبیعی ها میشه 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا بی نهایت، حسابی ها یکمی بیشترن، از صفر میرن تا بی نهایت، صحیح های از این دوتا بزرگترن، از منفی ها میان تا مثبت بی نهایت. اگه دقت کنید میبینید اعداد طبیعی داخل اعداد حسابی هن. اعداد طبیعی داخل اعداد صحیح هن. اعداد حسابی داخل اعداد صحیح هن. و یه اعداد دیگه به اسم گویا که خورده یا رو هم شامل می شدن، مثلا نیم، مثلا 1.5، مثلا 2.2، اینا رو هم شامل می شدن و همینطور داخل منفی ها به نام گفتیم اعداد گویا. البته یه اعداد دیگه بزرگتر هم هست که فصل بعدی ایشالله می خونید، اونم اعداد حقیقی هست. ولی خب دقیقا همین شکلی داخل کتاب هم کشیده، فکر می کنم تمرین داشته باشین چنین چیزی رو. صفحات قبل کتابم بله این قسمت رو هم گفته در موردش. دقیقاً داخل نمودار ون یا همین دایره‌ای که می‌کشیم یا مربعی که می‌کشیم و داخلش مجموعه ها رو قرار میدیم، همین رو اگه من بخوام ساده این گوشه بکشمش، ببینید مشابه همون کتاب میشه. اعداد طبیعی رو می‌کشم، اسم اعداد طبیعی توی خارجی معمولاً با N نشونشون میدن، یه خطی هم پشتش میذارن که بگن یه وقت با N معمولی قاطیش نکنید. این خط میذارن منظورش اعداد N هستش، برای همین من اینجا N میذارم که بدونید منظورم اینه. و بعدش اعداد حسابی رو داریم، اعداد حسابی رو با W نشون میدن. مخفف فکر نمی کنم مخفف چیز خاصی باشه، ولی با W نشون میدن. اینم با W یک کمی بزرگتره. گفتین چی اینجا اضافه است؟ صفر. درست حد زدیم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا بی نهایت یه صفر هم اضافه داره که مال W. حالا اون اعداد بزرگتره، مستطیل بزرگتره چیه؟ اعداد صحیح. صحیح رو با چه چیزی نشون میدن؟ معمولا با زد نشون میدن اعداد صحیح رو. پس این زده میشه اعداد صحیح که یکم بزرگتر. چرا؟ اگه گفتین اینجا چه چیزایی رو داره؟ منفی ها رو داره. میرین نمودار ون خیلی میخوره به همون اعداد معمولی که اینجا داریم. و اما آخرین اعداد گویا هستن که اون رو چه شکلی نشون میدن؟ گویا رو معمولا با کیو نشون میدن. حالا چرا با کیو نشون میدن؟ فکر میکنم کیو مخفف کوشنت هست یا همون تقسیم و مقسوم، اگر اشتباه نکنم، برای همین با کیو نشونش میدن. اینم از اعداد گویا. حالا متوجه شدین چرا نمودارش و نمودار ون یا همون نمودار حالت مجموعی اگه بخوان بکشن چرا اینجوری کشیده بود؟ به خاطر اینکه میخواد بگه که N انگار داخل این W، N انگار داخل این Z است، این W انگار داخل این Z است، این Z داخل Q. منظورش اینه که این Z زیر مجموعه این Q هست. متوجه شدین؟ منظورش اینه که این W زیر مجموعه این Q هم هست، این W زیر مجموعه این Q هم هست. منظورش اینه این N زیر مجموعه W هم هست، این N زیر مجموعه این W هست. متوجه میشین زیر مجموعه مجموعه که میگن چه شکلیه؟ اینجوری. مثلا اگر ازتون پرسیدن که اعداد مثلا زد یا همون اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد N هستن یا اعداد طبیعی، میشه اشتباه. چطور میشه این منفی ها و این صفر برن زیر مجموعه این اعداد طبیعی که فقط 1, 2, 3, 4, 5, 6 بشه؟
غیر ممکنه. ولی برعکسش درسته، این الان اشتباهه، اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد طبیعی نیستن، برعکسش درسته. اعداد طبیعی یعنی 1 2 3 4 5 6، یعنی این اعداد طبیعی اینجاه، زیر مجموعه این زده میشه. اگه دقت کنید کوچیک‌ترشه، زیر مجموعش هست، اینجوری میشه. همین نگاه کنید، هم داخلشه و هم زیر مجموعشه. حالا قشنگتر داخل کتاب به صورت رنگی هم کشیدنش که شما میتونید کاملشون کنید اونجا. پس متوجه شدین چجوری داخل نمودار ون نشون میدن و زیر مجموعه رو چجوری میشه خیلی راحت فهمید؟ معمولا ممکنه چنین سوالایی بپرسن به صورت صحیح غلطی، یا اینکه مثلا جا رو خالی میذارن که شما جواب بدی چه چیزی هست، به صورت زیر مجموعه اینجوری پر میکنه. یا اینکه ازتون میپرسن اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد طبیعی هست، صحیح یا غلط؟ میشه غلط. یا اینکه ازتون میپرسن اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا هست، صحیح یا غلط؟ میشه صحیح. این یه دونه سوالشه و حواستون به این N و W و Z و Q باشه، یه گوشه واسهتون می‌نویسم ولی حتما حفظ کنید برای همیشه. خب کاربرد اصلی به نظر من، کاربرد اصلی مجموعه ها اینجاست. داخل مجموعه ها نگاه کنید یه همچین چیزی می‌بینید که مثلا نوشتن X بعد از این علامت ها، مثلا مجموعه A برابر است با این آکولاد میزنه، بعد X از این علامت ها، بعد X مثلا عضو N و X مثلا بزرگتر از عدد 5، یه همچین چیزی. خب این یعنی معنی و مفهومش یعنی چی؟ داخل ریاضیات خب نمیتونه بیاد به صورت فارسی واسهتون هی بنویسه. معمولا میان با علامت ها یه چیزی رو از ما میخوان، میخوایم بفهمیم که این مجموعه A توی چه حدودی در مورد چه اعدادی داره صحبت میکنه، یا چه جاهایی رو داره به ما نشون میده، چه محدوده ای از اعداد رو داره به ما نشون میده. چون داخل ریاضیات بعدها میبینید که بیشتر در مورد یه سری اعداد ازتون سوال میپرسن. مثلا میگم بین 5 تا 20 بررسی کن ببین چه اتفاق داره میفته، یا مثلا از 10 بزرگتر، یه سری اعداد از 10 بزرگتر مثلا میخوایم بررسی کنیم و توی یه سوال قرار بدیم. الان مجموعه ها رو بیشتر دیگه به خاطر همینا شروع میکنید بخونن، یه درک ازش پیدا کنید. حالا میخوام بفهم چجوری بخونمش. نگاه کنید داخل کتابتون گفته اینطوری بگید که مجموعه A برابر است با X به طوری که X عضو N و X بزرگتر از 5. خب این خوندنیشه، ولی معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر عددی X، یعنی هر عددی که میخواد باشه، اگه 2X بود یعنی دو برابره هر عددی. حالا اینجا نوشته X خالی، X یعنی هر عددی، این علامت یعنی یه جوری که، یعنی به طوری که، یا یه جوری باشه اون X، X یک جوری باشه که X عضو N باشه. N یادتون میاد چی بود؟ گفتم یه دونه خط اینجوری هم میذارن که معمولا اشتباهش نگیرید با با حرف N معمولی، اینجوری میذارن که بهت بگن این منظورش اعداده. یادت میاد N کدوم اعداد بود؟ اعداد طبیعی. اعداد طبیعی یادت میاد کدوم ها بودن؟ 1 2 3 4 5 6. منظورش اینه که این X اعدادی که الان مد نظرمونه یه جوری باشن که این اعداد جزی از عضوی از اون اعداد طبیعی 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یعنی داره در مورد اعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا بی‌نهایت داره در مورد اینا صحبت میکنه و ازمون میخواد چه چیزی باشه؟ ایکس های بزرگتر از 5، نه همشون. همشون رو از ما 1 2 3 تا بی‌نهایت نه نمیخواد، ایکس های بزرگتر از 5 رو میخواد. یعنی چی؟ یعنی 1 2 3 4 5 رو نمیخواد، از اینجا بیشتر. متوجه شدین حدوداً چی میشه؟ یعنی اگه بخوام مجموعه A رو به صورت عددی بنویسمش، یعنی نه اینطوری به صورت حالت فرمولی مانند و حالت ریاضی مانند، نه، بخوام به صورت عددی بنویسمش میشه کدوم؟ باید از 1 شروع کنم؟ نه، خودش گفته از X های بزرگتر از 5 شروع کن، یعنی از این 6 به بعد رو بنویس، میشه 6 7 8 9 10 تا بی نهایت. و اینجوری مجموعه A رو متوجه میشیم. میدونید چرا اینطوری مینویسن؟ برای اینکه نخوایم تا بی نهایت همینطوری عدد 11 12 13 100 1000 10000 همینطوری خب نمیتونیم بریم بنویسیم که، و اینطوری هم طولانی میشه، نقطه چین بگذاریم یه مقدار گیج کننده میشه. واسه همین دیگه به صورت فرمولی میگنش، یه حالت، من بهش میگم حالت فرمولی، ولی داخل ریاضیات این یه جورایی زبان ریاضیاته.
سعی کن این زبان رو یاد بگیر. من یادم خودم اوایل این رو میدیدم خیلی واسم عجیب بود و سخت بود، ولی خب خیلی درک ساده ای داره. حالا این مثال دیگه میزنم، اول از همه فقط قبلی که بریم مثال بعدی بهتون بگم ایکس ها یه جوری باشن که ایکس ها عضو اعداد n باشن، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و ایکس های بزرگتر از 5 مد نظرمونه، یعنی خود 5 هم نه، اگه مساوی داشت یعنی خود 5 رو هم بگذاریم، ولی نه خود 5 رو نمیخواد، 6 7 8 9 10 به بالا رو میخواد. خب حالا بریم جلوتر یه مثال دیگه بزنم. یه مثال بگم، مثلا مجموعه b برابر است با، این دفعه عددی میدم و برعکسش رو میخوام، مثلا منفی 5 منفی 4 میاد تا 0 و بعدش 1 و 2 میره تا مثلا مثبت 6. اینجا جا خالی نیست که پر کنیم، منظور همون منفی 3 منفی 2 منفی 1 چون جا میگیره نگذاشتیم، اینجوری نیست که بیایم عدد بگذاریم پرش کنیم، نه. خب من اگر اینو بخوام به صورت فرمولی یا هم حالت ریاضی مانند بنویسمش اینجوری میشه، مجموعه b برابر است با، خب بعد میتونم بگم که x به طوری که، یا میتونم بگم مثلا k به طوری که، اشکالی نداره، یا میتونم بگم n به طوری که، هیچ اشکالی نداره، هیچ فرقی با هم دیگه ندارم. نه حالا اینجا x میگذارم چون یک بار x گذاشته بودم، x به طوری که x عضو، منظورم اینه که x ها اعداد معمولی هن، به صورت فرمولی حرکت نکرده، معمولی عدد تک تک حرکت کرده. خب x یه جوری باشه که ایکس ها عضو، به نظرتون عضو چی هن؟ ایکس ها الان عضو اعداد طبیعی هن، حسابی هن یا صحیح میشه، یعنی زد. دیگه به صورت فارسی نمیستم صحیح، علامتشو میذارم که زد هست. یه علامت اینجوری هم معمولا میگذارن که بگن این منظور اعداد، مجموعه اعداد زد هست، نه حرف انگلیسی زد. خب ادامه میدم و بعدش ایکس ها ما بین چه اعدادی هستن؟ ما بین رو اینجوری نشون میدن داخل ریاضیات، یه ایکسی میگذارن، خب بعد میخوان بگن ایکس ما بینه، اینجوری میکنن، یه علامت اینجوری داخل ریاضی هشتم هم فکر میکنم خوندی، مثلا میگم ما بینه مثلا 10 منفی تا مثلا 10 مثبت، منظور اینه که از منفی 10 منفی 9 منفی 8 میای تا 0 بعد میای تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اینجوری نشون میدم ما بین رو. و اگر مساوی گذاشتن یعنی منفی 10 هم هست، اگر نذاشتن یعنی منفی 10 جزش نیست، اگر اینجا گذاشتن یعنی مثبت 10 جزش هست، اگر نگذاشتنش یعنی مثبت 10 جزشون نیست. یعنی این x میشه چه اعدادی؟ میشه منفی 9 منفی 8 منفی 7 میاد تا 0 و میره تا 1 و 2 و 3 تا مثبت 10. مثبت 10 شامل نشده، میشه همون مثبت 9. راستی اگه مساوی داشت آره میرفت تا مثبت 10، اگه اینجا مساوی داشت میرفت از منفی 10 شروع میشد. اینجوری مشخص میکنیم این ایکسی که میذاریم یعنی یه اعداد، یک سری اعدادی، اینجوری نشون میدیم ما بین رو داخل ریاضی. حالا من اگه بخوام بالا بنویسمش اینجوری میشه، یک سری اعدادی یعنی همون ایکس ما بین چه چیزی تا چه چیزی هست، منفی 5 تا مثبت 6 و خود منفی 5 رو هم شامل میشه، منفی 5 تا مثبت 6، تمام شد. اینجوری ما مجموعش رو نشون میدیم، x بین منفی 5 تا مثبت 6، این علامت مساوی، این علامت مساوی یعنی 6 هم هست منفی 5 هم هست. یه جوری دیگه هم من میتونم نشونش بدم، مثلا من میتونم اینطوری بگم x ما بین 7 مثبت و منفی 6، یعنی از منفی 6 رو حساب نکن خود منفی 6 رو، میشه منفی 5 منفی 4 منفی 3 میاد تا مثبت 7 رو حساب نکن، یعنی تا همون مثبت 6، اشکالی نداره، این با این فرق خاصی نمیکنه. احتمالا داخل کتابتون یه همچی چیزی دیدین، مثلا نوشته یه مجموعه A برابر است با 2K، یه جوری باشه این K مثلا عضو، مثال میزنیم اعداد N معمولی خودمون یا اعداد طبیعی همون 1, 2, 3, 4, 5 و میبندنش، دیگه محدوده خاصی هم واسهش نگذاشته. این 2K منظور همون اعداد زوج هستن، اعداد زوج رو داخل ریاضیات با 2 ضربه در فلان نشون میدن، چون میدونیم که 2 اگه ضربه در هر عددی بشه چه زوج چه فرد، جوابش میشه عدد زوج. مثلا 2 اگه ضربه در 1 بشه میشه 2 عدد زوج، 2 ضربه در 3 بشه که عدد فردی است میشه 6 میشه زوج.
متوجه شدین؟ برای همینه که داخل ریاضیات 2x یا 2k یا 2n می نویسن، منظور همون اعداد زوج هست. و یه جور دیگه هم داریم، اگه بخوام عدد فرد رو نشون بدیم میگیم 2k منهای 1. یعنی چی؟ یعنی این که همون اعداد زوج اگه یک دونه ازشون کم کنیم، مثلا اگر من عدد یک رو بگذارم اینجا میشه 2 ضرب در 1 که میشه همون 2 منهای 1، 2 منهای 1 جوابش میشه 1. حالا اگر عدد 2 رو که عدد زوجی هست بگذارم تو این فرموله چی میشه؟ میشه 2 ضرب در 2 که میشه 4 منهای 1 جوابش میشه 3. میبینید همش داره عدد فرد میده. مثلا یه عدد دیگه بگیم، مثلا 12 رو اگه بگذاریم، عدد زوجش بگذاریم، 2 ضرب در 12 منهای 1، 2 ضرب 12 میشه 24، 24 منهای 1 میشه 23. میبینید این فرموله همش اعداد فرد بهم میده. برای همین اعداد زوج رو فرمولش مثلا 2x 2k یا 2n میگن، اعداد فرد رو هم معمولا با فرمول 2n منهای 1 یا 2k منهای 1 یا 2x منهای 1 میگن. یه جورای حالت فرمولی داره. فقط این زوج و فردن که این حالت رو دارن دیگه، زیاد فرمول خیلی خاصی استفاده نمی کنیم. حالا نگاه کنید جلوتر، اگر اینجا 2k k عضو n، منظورش اینه که اعداد n چیا بودن؟ 1 2 3 4 5، بیریم تا بی نهایت. همین رو من اگه جاگذاری کنم توی این 2 ضرب در k، ببینید چه اعدادی تولید میکنه. a برابر است با 2 ضرب در، خب این 1 رو من میگذارم و 2 ضرب در این 2 رو میگذارم و 2 ضرب در این 3 رو میگذارم و 2 ضرب در اون 4 رو من میگذارم و همینجوری میره تا جلوتر. و اگر سادهش کنم بخوام به صورت خیلی معمولی بنویسمش، 2 ضرب در 1 میشه 2 و 2 دو تا میشه 4 تا، 2 سه تا میشه 6 تا، 2 4 تا میشه 8 تا. و میبینید همینطور اعداد زوج رو به وجود آورد. برای همین مثلا اگر ازتون پرسیدن اعداد فرد یا اعداد زوج ما بین فلان تا فلان رو شما به دست بیارید، این مثال رو نگاه کنید. مثلا میگن که مجموعه عددهای صحیح فرد رو واسمون بنویس. چجوری میشه؟ مثلا اسمشو میگذارم آ برابر است با آ کلاد، مجموعه عددهای صحیح فرد. فرد فرمولش چجوری بود؟ 2k منهای 1، مثلا از این علامت میگذاریم، این علامت به طوری که، خب بعد میگیم این k عضو گفته عددهای صحیح فرد. عددهای صحیح چی بود؟ به صورت n می نوشتن، w بود، q بود یا z؟ آها z، k عضو z، عددهای صحیح فرد. اینجوری به دستش میاریم، یعنی حالت ریاضیش میشه این. یا یعنی که مثلا داخل خود کتاب گفته مجموعه این رو با عضوهاش پیدا کن، داخل خود کتاب صفحه 9 این قسمت سبز رنگ، مجموعه 5n به علاوه 3 n عضو اعداد n را با عضوهایش مشخص کنید. یه مثال کوچیک میزنیم، مثلا اینجا اسمشو میذارم b چون یکی a بود، 5n به علاوه 3، حالا اینجا n گذاشته، بعضیا k میذارن بعضیا x میذارن، هیچ اشکالی نداره، اینا یک جوری باشن که این n عضو اون n که بزرگه، منظورش اعداد طبیعی، یعنی 1 2 3 4 5، یعنی n به جاش 1 2 3 4 5 6 بذار. یادتون میاد اعداد n چیا بودن؟ اعداد طبیعی 3 4 5 6. منظورش اینه که این اعداد رو بگذار تو این فرموله ببین چی میشه. خیلی شبیه به جبر و احتمال ریاضی هشتم اگه یادتون بیاد، یه همچین کاری میکردیم، عدد میگذاشتیم تو فرمول بعد میفهمیدیم جواب چند میشه. توی جبر و احتمالش همچین چیزی داشتیم. خب من اگه بخوام بگذارم اینجوری میشه، b برابر است با، خب 5n به علاوه 3، داخل n 1 بگذارم اینجوری میشه 5 ضرب در عدد چنده؟ 1 به علاوه 3 هم مال فرموله، ادامه میدم 5 ضرب در به علاوه 3 اینجا چند باید بگذارم؟ 2 و 5 ضرب در یک جای خالی به علاوه 3 اینجا باید چند رو بگذارم؟ عدد 3. اینجا گذاری کردم و میریم جلوتر. فقط
این که اینجا حواستون باشه، اول جمع میکنیم یا اول ضرب؟ اول ضربه. خب 5 یکی میشه 5 تا، به علاوه 3 میشه سر جمع 8 تا، این شد 8. 5 دو تا میشه 10 تا، 10 به علاوه 3 میشه 13، حل شد. 5 سه تا 15 تا، 15 به علاوه 3 میشه 18. یعنی بخوام مجموعه رو بنویسم، اینجا کوچیک بنویسمش، b برابر است با اینجوری ای آپولادا میذارم، بعد می‌نویسم 8 و 13 و اینجا خلاصه شدهش 18 و ببینید چند تا داره میره جلو، انگار داره 5 تا 5 تا از عدد 8 شروع کرده و داره 5 تا 5 تا میره جلو. داخل ریاضیات اگه بخوایم مثلا بگیم فلان اعداد رو بررسی کن یا ما بین این عدد تا اون عدد رو بررسی کن، از همین ها استفاده میکن، از این حالت مجموعی استفاده میکنیم. این هم یه مثالی بود برای اینکه متوجه بشیم مجموعه ها رو چجوری استفاده میکنن، کاربردشون چه شکلی. من اسمشو میگذارم کاربرد مجموعه ها.